چرا رهبر مانع فساد ها نمی شود؟ می شود. بسیاری از مفاسد رهبری جلوشو گرفته و می گیره. منطقه رهبری تو همه رده ها نمیتونه بره تا اون پایین ببینه کی کجا تو کلوم شهرستان داره چیکار میکنه. بله ولی باید در رأس سیستم نظارت کنه، مطالبه کنه، خب دائم هم داره میکنه. رهبر هم باید پاسخگو باشه. ولی فقیه هم باید پاسخگو باشه. به شما آیا به وظیفه ولایتی، ولایت رهبری سقوه عمل میکنید یا نه و چقدر و چطور؟ آیا فساد در دستگاه زیر نظر رهبری مسئولیت شما رهبری نیست؟ چرا مسئولیت نصب و افراد اگه افراد فاسدی رو بگذاره رهبری چرا مسئوله؟ اما نظارت بر این دستگاه زیر نظر رهبری مثل دستگاه دیگه است، هم تابع نهادهای نظارتی کشورن، همون نهادهایی که بر سایر نهادها نظارت میکنن بر اون هم نظارت میکنن. اینکه رئیس شد رهبر تعیین میکنه این نیستش که نظارت بر اونها دیگران نمیکنن. مگر نمیتواند با یک دستور جلوی فساد این نهادها رو بگیرد؟ نه آقا نمیتونه. بارها میگه و نمیشه. اینجوری نیست که آخرین امید تو اولین امیدت به خدا باشه و به خودت مسئولیت تو انجام بدی. این تعمیمی که شما زود میگید فیلم های تلویزیون همش فاسده، پس تلویزیون کلا فاسده، پس رهبری فاسده، پس فلان همه فاسدن، اینجوری که درست نیست حرف زدن. باید بگی فساد رو تعریف کن. کی گفت فساد فاسده؟ بله درست هم نیست، قابل دفاع هم نیست، خیلی چیز هم قابل نقده. گفت من که رئیس صدا و سیما رو میذارم من چیز که من موافق همه چیزه که صدا و سیما هم. چرا رهبری هر خائنی را که مردم رأی میدهند با اینکه میداند مملکت را به فنا میبرد باز هم تنفیذ میکنند؟ خب اولا که نظر شماست که او فلانی خائنه یا خائن نیست. ممکنه با ریاست یک شخص الف ب موافق نباشه، ولی وقتی اکثریت ملت رأی میدن و این حداقل شرایطو داره و کسی هم خیانتش ثابت نشده، این چه دلیل اینجوری که شما میگی که اصلا هیچ از اول اصلا بنی صد اومده، بازرگان اومده، کی اومده؟ به امام میگن آقا چرا این خائنین آوردی؟ وقتی نظام تشکیل میدی نمیتونی بدون رأی مردم هر کی دلت تو تشخیص میدی بیاری به زور. جامعه پیش نمیره. باید جامعه همه هم با هم رشد کنیم. سعی و خطاست. آقا بین این افراد موجود هیچ کدوم ایدئال 100 درصد نیستن. ولی خائن نیستن. ولی میتونی میگه آقا این خط این خط فکری انحرافی است. اینا تو مسیر ارزش انقلاب نیست یا به قدر کافی نیست. اما که شما شخصا الان تشخیص میدی که فلانی خائنه، بعد میگی مردم به خائن رأی دادن، بعد میگی چرا رهبر خائن رو تنفیذ کرد؟ خب اینا پیش‌فرضیه که باید اثبات بشه دیگه.